نامه پولس رسول به کلیسای شهر افسوس. فصل اول. از طرف پولس که به اراده خدا رسول مسیح عیسی است، به مقدسین در شهر افسوس که در اتحاد خود با مسیح عیسی وفادارند. خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند، فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم، زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمروی آسمانی بهره‌مند ساخته است و ما را قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاه او مقدس و بی‌عیب باشیم. به سبب محبت خود و بر حسب صلاح دید اراده خیش برای ما مقدر فرمود که به وسیله عیسی مسیح فرزندان او شویم، تا خدا را برای فیض پرشکوه او که رایگان در پسر عزیز خود به ما بخشیده است سپاس گوییم. از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون اوست که ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شد. و چقدر بی حد و حصر است فیضی که خدا به فراوانی به ما بخشیده است. خدا آنچه را که منظور نظرش بود به جای آورد و نقشه نهان خود را که قبلاً در شخص مسیح تحقق یافته بود با دانش و بینش بر ما آشکار ساخته است که در وقت معین نقشه او عملی شود و کلیه کائنات، یعنی همه چیزهایی که در آسمان و زمین هستند، تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند. خدایی که همه چیز را بر طبق اراده و نقشه خود انجام می دهد، ما را انتخاب کرد تا از آن او بشویم، زیرا ما را از ازل بر طبق اراده خیش برگزیده بود. پس ما که اولین افرادی بودیم که به مسیح امیدوار شدیم، باید بزرگی خدا را بستاییم. شما نیز وقتی پیام حقیقت، یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با عطای روح القدس که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. روح خدا ضامن آن است که ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است خواهیم یافت و به ما اطمینان می‌دهد که خدا به متعلقان خود آزادی کامل خواهد بخشید. پس جلال و شکوه خدا را بستاییم. به این سبب اکنون که از ایمان شما به عیسی خداوند و محبت شما نسبت به همه مقدسین با خبر شده ام، از سپاسگزاری به درگاه خدا به خاطر شما باز نمی ایستم و شما را در دعاهایم به یاد می آورم. من دعا می کنم آن خدایی که عیسی مسیح خداوند او را به ما شناسانید، آن پدر پرجلال، روح حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا او را کاملا بشناسید. و از او می خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهره‌ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است، و به عظمت بیقیاس قدرت او که در ما ایمانداران در کار از پی ببرید. این همان قدرت عظیمی است که خدا به کار برد وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و در دست راست خود در جاهای آسمانی قرار داد و او را مافوق هر سلطه و اقتدار و قدرت و پادشاهی و هر مقام دیگر که بتوان ذکر کرد، نه تنها در این دنیا بلکه در دنیای آینده نیز قرار داد. خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و او را رأس کل کلیسا ساخته است. کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را در بر می‌گیرد و در این حال تمام کائنات را با حضور خود پر می‌سازد. فصل دوم. در گذشته شما غیر یهودیان به علت خطایا و گناهان خود مرده بودید و در راه‌های کج این جهان قدم می‌نهادید و از حکران قدرت‌های هوا، یعنی همان روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می‌کند، پیروی می‌کردید.
در آن زمان ما هم چون شما دستخوش شهوات جسمانی و اسیر تمایلات و افکار نفسانی خود بودیم. درست مانند سایر آدمیان، ما نیز طبیعتاً سزاوار خشم و غضب خدا بودیم. اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که اگرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید. از راه فیض خداست که شما نجات یافته اید. و به خاطر اتحادی که با مسیح داریم، ما را سرفراز فرمود و در قلمروی آسمانی با مسیح نشانید، تا ثروت عظیم و بیقیاس فیض خود را با مهربانی نسبت به ما در مسیح عیسی در زمانهای آینده نمایان سازد. زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. زیرا ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلاً برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم. بنابراین به خاطر داشته باشید که شما در گذشته جسماً جزو کافران بودید و به وسیله اهل ختنه، یعنی یک عمل جسمانی که به دست انسان صورت می‌گیرد، نامختون نامیده می شدید. در آن زمان از مسیح دور بودید و از مزایای قوم اسرائیل محروم و از پیمانهایی که بر وعده های خدا متکی بود بی بهره بودید. شما در این جهان بدون امید و بدون خدا به سر می بردید. اما اکنون شما که دور بودید، به وسیله اتحاد با مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک شده اید. زیرا مسیح صلح و صفا را بین یهود و غیر یهود به وجود آورده و این دو را با هم متحد ساخته است. او با بدن جسمانی خود دیواری که آنان را از هم جدا می کرد و دشمنان یکدیگر می ساخت در هم شکست. زیرا شریعت را با مقررات و احکامش منسوخ کرد تا از این دو دسته در خود یک انسانیت تازه‌ای به وجود آورد و صلح و صفا را میسر سازد. مسیح با مرگ خود روی صلیب این دو را در یک بدن واحد دوستان خدا گردانید تا دشمنی دو جانبه یهود و غیر یهود را نیز از میان بردارد. به این سبب بود که مسیح آمد و مژده صلح را به شما که دور بودید و آنانی که نزدیک بودند اعلام کرد. اکنون هر دو به وسیله مسیح اجازه داریم که در یک روح، یعنی روح القدس، به حضور خدای پدر بیاییم. پس شما غیر یهودیان دیگر غریب و بیگانه نیستید، بلکه با مقدسین خدا هموطن و اعضای خانواده خدا هستید. شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و پیامبران نهاده شد بنا شده اید و مسیح عیسی سنگ اصلی آن است. در اتحاد با اوست که تمام عمارت به هم متصل می گردد و رفته رفته در خداوند به صورت یک معبد مقدس در می آید. شما نیز در اتحاد با او و همراه دیگران به صورت مکانی بنا خواهید شد که خدا به وسیله روح خود در آن زندگی می کند. فصل سوم. به این سبب است که من پولس زندانی مسیح عیسی به خاطر شما غیر یهودیان به درگاه خدا برایتان دعا می کنم. حتما خبر دارید که خدا فیض خود را به من عنایت کرده و از من خواسته است که آن را برای شما به کار برم. از راه الهام بود که این نقشه اسرارآمیز خدا بر من آشکار گردید. من قبلا به طور مختصر درباره آن نوشتم. اگر آنچرا که نوشتم بخوانید، خواهید فهمید که من تا چند اندازه به راز مسیح پی بردم. این راز به طوری که اکنون به وسیله روح القدس برای رسولان و پیامبران مقدس خدا آشکار شده است، در قرنهای گذشته برای بشر روشن نبود. و آن حقیقت پوشیده این است که غیر یهودیان از راه انجیل با یهودیان هم ارث و با هم اعضای یک بدن و در وعده هایی که خدا در مسیح عیسی به ما داده است شریک و سهیم هستند. من طبق عطیه فیض خدا و در اثر فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل شدم.
آری من اگرچه در بین مقدسین از همه کمترم، اما این فیض به من عطا شد تا بتوانم بشارت ثروت بیقیاس مسیح را به ملل غیر یهود برسانم و به همه نشان دهم که چگونه نقشه خدا به مورد اجرا گذارده می شود. خدا که آفریننده همه چیز است، این راز خود را طی زمانهای گذشته پوشیده نگه داشت تا اینکه در حال حاضر خدا جنبه‌های گوناگون حکمت خود را به وسیله کلیسا به قدرت‌ها و حکمرانان عالم ملکوت بشناساند. این نقشه بر طبق آن هدف ازلی بود که خدا آن را در شخص خداوند ما مسیح عیسی عملی ساخته است. به وسیله اتحاد خود با او و همچنین از راه ایمان ما می توانیم با اطمینان کامل به حضور خدا بیاییم. پس من از شما تقاضا می کنم، از رنجهایی که به خاطر شما می کشم مایوس نباشید، زیرا اینها باید مایه افتخار شما باشد. بنابراین من در برابر پدری زانو می زنم که هر خانواده در آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است و دعا می کنم که از گنجهای جلال خود به شما ببخشاید تا به وسیله روح او در درون خود قوی و نیرومند شوید و خدا عطا فرماید که مسیح از راه ایمان شما در قلبهایتان ساکن شود و دعا می کنم که شما در محبت ریشه دوانیده و بر پایه محبت بنا شوید تا با همه مقدسین قدرت داشته باشید به پهنا و درازا و بلندی و عمق محبت مسیح پی ببرید و آن محبت را دریابید اگرچه ما فوق فهم بشر است، تا از پری کامل خدا کاملا پر شوید. جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیلیان قدرتی که در ما کار می کند خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتی تصور کنیم عمل کند. بر او نسلن بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد. آمین. فصل چهارم. بنابراین من که به خاطر خداوند زندانی هستم، از شما تقاضا می کنم زندگی شما شایسته مقامی باشد که به آن خوانده شده اید. همیشه فروتن، ملایم و بردبار باشید و با محبت یکدیگر را تحمل کنید. برای حفظ آن وحدتی که روح القدس به وجود می آورد و با رشته های صلح و صفا به هم پیوسته می شود، نهایت کوشش خود را بکنید. همانطور که یک بدن و یک روح القدس است، خدا نیز در وقتی که شما را خوان یک امید به شما داده است و همچنین یک خداوند و یک ایمان و یک تعمید و یک خدا وجود دارد که پدر همه و مافوق همه بوده و در همه کار می کند و در همه ساکن است. اما به همه ما فردن فرد بر حسب سخاوت و بخشایش مسیح عطیه خاصی داده شده است. به این جهت کلام خدا می فرماید وقتی او به آسمان بالا رفت، اسیران را به اسارت برد و عطایایی به آدمیان بخشید. آیا مقصود از بالا رفتن جز این است که اول به جهان زیرین پایین رفته بود؟ پس آن کسی که پایین آمد همان است که بالا رفت. او بالاتر از تمام آسمان‌ها رفته است تا کلیه کائنات را با حضور خود پر سازد. او عطایای مختلفی به مردم بخشید، یعنی بعضی را برای رسالت، بعضی را برای نبوت، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید تا مقدسین را در کاری که برای او انجام می‌دهند مجهز سازد تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نمایند، تا ما همه به آن وحدتی که در ایمان و در شناسایی فرزند خداست دست یابیم و مطابق آن میزان کاملی که در مسیح یافت می شود به انسانیت کامل برسیم. در آن صورت دیگر مثل بچه نخواهیم بود که با امواج رانده می شوند و از بادهای متغیر تعالیم بشری متلاطم می گردند و فریب حیله ها و نیرنگ های مردمی را می خورند که می خواهند آنها را از حقیقت دور سازند.
بلکه در همان حالی که حقیقت را با روح محبت بیان می کنیم، ما باید در هر مورد در مسیح که سر است رشد کنیم. به اراده او همه اعضای مختلف بدن به وسیله مفاصلی که برای آنها فراهم شده مربوط و پیوند می شوند. پس وقتی هر یک از اعضای بدن به طور جداگانه مرتب کار کند، تمام بدن رشد می کند و خود را در محبت بنا می نماید. پس به نام خداوند این را می گویم و به آن تأکید می کنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر می برند زندگی کنید. افکار آنها تیره شده است. جهالتی که در میان آنهاست و سخت‌دلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا می بخشد محروم کرده است. عواطف خود را از دست داده و خود را تسلیم هوا و هوس کردند و برای ارضای امیال پست خود از هیچ کاری فروگذار نمی کنند. اینها چیزهایی نیست که شما از مسیح یاد گرفته اید. البته اگر واقعا از مسیح باخبر شده اید و در اتحاد با او حقیقت را آنچنان که در مسیح یافت می شود آموخته اید، شما باید از آن زندگی که در گذشته داشته اید دست بکشید و آن آدمی که در پیش بودید از خود دور سازید، زیرا او فریب شهوات خود را خورده و در راه هلاکت است. دل و ذهن شما باید کاملا نو شود و شخصیت تازه‌ای را که در نیکی و پاکی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است به خود بپوشانید. پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگویید، بلکه همیشه به دیگران راست بگویید، زیرا همه ما اعضای یکدیگریم. اگر عصبانی شدید، نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی بماند. به ابلیس فرصت ندهید. دزد از دزدی دست بردارد و به عوض آن با دستهای خود با آبرومندی کار کند تا چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد. یک کلمه زشت از دهانتان خارج نشود، بلکه گفتار شما به موقع خوب و سودمند باشد تا در نتیجه آن به شنوندگان فیضی برسد. روح القدس خدا را نرنجانید، زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست و ضامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد می شوید. از این پس دیگر هیچ نوع بغض و غیظ و خشم و داد و فریاد و دشنام و نفرت را در میان خود راه ندهید. نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. ایسته فرزندان عزیز خداست، بکوشید که مانند او باشید. از روی محبت زندگی کنید و از محبتی که عیسی مسیح با قربانی خیش در راه ما نشان داد پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه خوشبو تقدیم خدا نمود. و چنان که شایسته مقدسین خداست، در میان شما چیزی درباره زنا و بی‌عفتی‌های دیگر و طمع‌کاری بر زبان نیاید. پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا حرف‌های بی‌معنی و یا زشت به کار ببرید، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی‌عفت یا طمع‌کار، زیرا طمع‌کاری یک نوع بت‌پرستی است، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت. اجازه ندهید کسی با دلایل پوچ خود شما را بفریبد، زیرا به علت این چیزهاست که غضب خدا بر افرادی که مطیع او نیستند وارد خواهد آمد. پس با چنین اشخاص کاری نداشته باشید. شما زمانی در تاریکی بودید، اما اکنون با اتحاد خود با خداوند در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی کنید، زیرا هر کجا نور باشد، همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت نیز به وجود می آید. بکوشید تا آنچه خداوند را خوشنود می سازد دریابید. در انجام کارهای بیهوده ظلمت شریک نباشید، بلکه ماهیت آنها را در برابر نور برملا سازید. حتی ذکر کارهایی که آنها در پنهانی انجام می دهند مایه رسوایی است.
اما هرگاه چیزی در جلوی نور قرار گیرد کاملا روشن می شود و هرچه کاملا روشن شود مانند نور آشکار است. به آن سبب است که می گویند ای که در خوابی بیدار شو، از میان مردگان برخیز و مسیح بر تو خواهد تابید. پس شما باید دقت کنید که چگونه زندگی می کنید. مثل اشخاص عاقل زندگی کنید، نه مانند نادانان. از هر فرصتی که برای شما روی می آورد به بهترین نحوی استفاده کنید، زیرا این ایام ایام بدی است. پس نادان نباشید، بلکه بکوشید تا بفهمید که اراده خداوند چیست. مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می کشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. با استفاده از زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنید و با تمام دل برای خداوند بسرایید و آهنگ بسازید. به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. به خاطر احترامی که به مسیح دارید، مطیع یکدیگر باشید. ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می کنید. زیرا همانطوری که مسیح سر کلیسا یعنی بدن خود می باشد و شخصاً نجات دهندگان است، شوهر نیز سر زوجه خود می باشد و چنان که کلیسا مطیع مسیح است، زنان نیز در هر مورد باید از شوهران خود اطاعت کنند. ای شوهران، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنان خود را دوست بدارید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. مردان باید همونطوری که بدن خود را دوست دارن، زنانشان را دوست بدارن، زیرا مردی که زنش را دوست می دارد، خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن قضا می داد و از آن توجه می کند. یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می کند، زیرا ما اعضای بدن او هستیم. به این جهت کلام خدا می فرماید، مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یکی خواهند شد. یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته شده است و به نظر من به مسیح و کلیسای او اشاره می کند. به هر حال، هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد. فصل ششم. ای فرزندان، وظیفه هر مسیحی این است که از والدین خود اطاعت کند. اولین حکمی که با وعده همراه بود این است، پدر و مادر خود را محترم بدار. و وعده آن این بود تا کامیاب گردی و عمرت در زمین طولانی شود. و شما ای پدران، فرزندان خود را خشمگین نسازید، بلکه آنان را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید. ای غلامان، طوری با احترام و اشتیاق و یکدلی مطیع اربابان انسانی خود باشید که گویی از مسیح اطاعت می کنید. اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید و یا می خواهید دیگران را خوشنود سازید، بلکه به عنوان غلامان مسیح اراده خدا را از جان و دل به جا آورید و خدمات خود را با میل و رغبت انجام دهید، مثل کسی که خداوند را خدمت می کند نه انسان را. زیرا می دانید که خداوند به هر کس، خواه غلام خواه آزاد، موافق کارهای نیکی که کرده است پاداش خواهد داد. ای اربابان، شما نیز نسبت به غلامان خود همینطور رفتار کنید و از تهدید آنان دست بردارید و به یاد داشته باشید که در آسمان غلامان شما و خود شما یک ارباب دارید و او تبعیضی بین آدمیان قائل نمی شود. دیگر این که در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید،
زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است به تن کنید تا بتوانید در مقابل نیرنگ‌های ابلیس ایستادگی نمایید. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمانروایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. از این جهت شما باید زره کاملی را که خود خدا مهیا کرده است بپوشید تا در آن روز شریر در برابر حمله‌های دشمن تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. پس پایداری کنید و کمربند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن نیکی را بتن کنید و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را به پا کنید. علاوه بر اینها سپر ایمان را بردارید تا به وسیله آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را فرو نشانید و کلاهخود نجات را بر سر گذارید و شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را بردارید. همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار و پشت کار داشته باشید و برای همه مقدسین دعا کنید. برای من نیز دعا کنید تا وقتی سخن میگویم قدرت بیان به من عطا گردد و بتوانم سر انجیل را با شهامت فاش سازم. زیرا به خاطر همان انجیل است که من سفیر هستم، هرچند سفیری در زنجیر. دعا کنید که من آن را آنچنان که باید و شاید با شهامت بیان کنم. تیخیکوس برادر عزیز ما و خادم وفادار در خدمت خداوند همه چیز را به شما خواهد گفت تا شما هم بدانید که احوال من چطور است و چه می کنم. او را به همین منظور پیش شما فرستادم تا از احوال ما با خبر شوید و دلهای شما را شاد گرداند. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند به همه برادران آرامش و محبت توأم با ایمان عطا فرماید. فیض خدا با همه آنانی باد که خداوند ما عیسی مسیح را با محبتی بی پایان دوست دارند. آمین.